ببین عاشق شدم، عاشق ترم. فلز بخت ما را کیمیا کن، مذابم کن، بخارم کن. علیرضا میبودی شاعر، ترانه سرا، مجری و برنامه ساز با سابقه رادیو و تلویزیون، اواخر سال گذشته میلادی دومین مجموعه اشعارش را به صورت دو لوحه فشرده با نام زیر چراغ ماه به بازار ارائه کرده که تا به امروز با استقبال قابل توجهی از طرف دوستداران و علاقمندان آثارش نیز مواجه شده است. این مجموعه شامل 17 شعر و ترانه است که به درد انسان این روزگار و ایرانیانی که از خانه و کاشانه خیش در طول این سالیان جدا شدند و به قول او به دنبال گوهر گمشده خیش می‌گردند می‌پردازد. من از شعر به عنوان یه وسیله بیانی استفاده می‌کنم در برنامه‌های رادیو تلویزیونی. از دیرباز، از ایران، وقتی برنامه تلویزیون داشتم میشه با یک شعر شروع می‌کردم. من فکر می‌کردم که شعرم یک وسیله بیانی خیلی مؤثر، مخصوصا در جامعه ایرانی. چون ایرانی‌ها شعر دوست دارن و این وسیله خیلی اثرگذار بوده در انتقال اون مکنونات قلبی شما. و خب من اغلب شعرهایی می سرودم ویژه برنامه ها. اینا جمع شد دیگه شروع کردم به انتشار اونها. بعد تبدیل شد یک مجموعه به نام دانه ها و جوانه ها و بعد این مجموعه اخیر که اسمش زیر چراغ ماه. میبودی کار خود را به عنوان مترجم، گوینده و سپس برنامه ساز مستقل در سنین جوانی با شبکه دویچه وله آلمان آغاز کرد و پس از بازگشت به ایران با برنامه سازی در تلویزیون ملی ایران مرکز فارس ادامه داد و سپس به دلیل موفقیت برنامه‌اش از طرف شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به مدیریت ایرج گرگین دعوت به کار شد. او تا پیش از انقلاب برنامه‌هایی را با تمرکز به مسئله پیشرفت و اصلاحات در ایران ارائه کرد که با موفقیت‌های زیادی همراه بود. میبودی پس از مهاجرت اجباریش به آمریکا، ساخت برنامه‌هایی را با توجه به مسائل روز ایران دنبال کرد و مدتی است که در برنامه‌هایش تکیه اصلیش را بر مسائل فرهنگی ایران گذاشته است. ما تا مشکلات فرهنگی را برطرف نکنیم، نمیتونیم اون چیزهایی که آرزو داریم دسترسی پیدا بکنیم. اول باید زمینه فرهنگی هر تحولی پدید بیاد و تا این بستر فراهم نیاد، این بستر فرهنگی، تا ارزشهاش برای مردم شناخته نشه، تصور نمیکنم بشه کار زیادی انجام داد. ما به سادگی میتونیم به آزادی برسیم ولی معلوم نیست بتونیم اون رو حفظ بکنیم اگر فرهنگ حفظ و نگاهبانی آزادی رو نداشته باشیم. میبودی در سالهای اولیه انقلاب و همزمانی با ممنوع کار شدن بسیاری از هنرمندان به همراه تعدادی از همکاران رادیویی و تلویزیونی 7 مجموعه موسیقی و شعر را با هدف برقراری رسانه زیرزمینی در مقابل رسانه دولتی و حفظ و اشاعه فرهنگ و موسیقی ایرانی به صورت زیرزمینی منتشر کرد و در سالهای اقامتش در خارج از کشور نیز مجموعه های متعددی را در مورد مولوی، نظامی و زرتشت به بازار ارائه کرده است. بسیاری از سروده های او در ایران و آمریکا توسط خوانندگان سرشناسی چون مازیار، مرجان، معین، ستار، محسی و بسیاری دیگر خوانده شده است و از مجموعه اخیر او نیز کاری توسط امید اجرا شده است. بعضی‌ها تصور میکنن که هر شعری میتونه ترانه بشه در حالی که واقعا اینجوری نیست. نه، موسیقی زبان خودش رو داره، یعنی اون به اصطلاح ترانه ای که در قاب موسیقی قرار میگیره و میتونه با مخاطب ارتباط برقرار بکنه. در حالی که شعر نه، دنیای دیگری است و خودش به طور ذاتی صاحب موسیقی است. یعنی شما احتیاج نداری که موسیقی بگذارید روش. بعضی وقتا فکر میکردم که این چیزی که در دل منه از طریق موسیقی بیشتر در جامعه اثر گذار میشه. مثلا دوره انقلاب اغلب ترانه های گفتم ویژه انتشار در چهار دیواری موسیقی بود. خارج از کشور نه دیگه، دلم میخواست که کارهایی رو عرضه بکنم که به طور یومیه ازش بتونم با مردم به اصطلاح هم سخن بشم، هم کلام بشم، یا از طریق همون شعر اون چیزهایی که مربوط به روز روزگار ما میشه با مردم در میان بگذارم. او که سالهاست با برخی از تلویزیون‌های ایرانی خارج از کشور همکاری می‌کند و از موفق‌ترین برنامه‌سازان خارج از کشور به شمار می‌آید، اهمیت و نقش این شبکه‌ها را با وجود برخی مشکلات و بی‌تجربگی‌ها برای جامعه ایرانی مهاجر مؤثر می‌داند. اگر واقعاً ما نقش مهمی برای زبان فارسی قائلیم و معتقدیم یکی از ستون‌های ستون‌پایه‌های هویت ماست،
خب میشه همینجا ابتدا به ساجن گفت که این بسانه ها نقششون فوق‌العاده بود. خیلی از اقلیت ها هستن که آمدن اینجا تحلیل رفتند و اصلا زبان رو کنار گذاشتن. تو حد زیادی کسانی که در اینجا کار فرهنگی میکردند به اهمیت کار خودشون وقوف داشتن. حالا رسانه ها البته بعد آموزی هم داشتن. تو مسئله نیست، همیشه هر پدیده با بحران های عدیده ممکنه روبرو بشه، ولی به تدریج اون شکل واقعی خودش رو پیدا میکنه. حالا من تصور میکنم که رسانه ها دارن به تدریج آرام میشن و نقش واقعی خودشون دارن پیدا میکنن و متوجه شدن که چهار دیواری معمولیت رسانه کجا شروع میشه کجا تمام میشه. پای دیوار جدایی نردبانی بود و نیست، یک پیاله سوپ روشن، یک سبد ابر بهاری، بر سر هر سفره‌ای رنگین کمانی بود و نیست. مجموعه زیر چراغ ماه قرار است که به صورت مکتوب نیز در ماه‌های آینده به بازار ارائه شود. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.